جهان پهلوان تختی در سومین دوره بازی‌های آسیایی بر تمامی حریفان خود غلبه کرد و مدال طلای او مکمل دو مدال طلای حبیبی و زندی شد. میرسه که ضربه فنی کنه، سطح چیه مخالفه ضربه فنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امام علی حبیبی متولد سال 1310 در یکی از روستاهای بابل به نام درزی‌کلا متولد شدم و اولین نفری بودم از میان ملت ایران در سال 1335 شمسی و 1956 میلادی در ملبورن پایتخت استرالیا قهرمان اول المپیک شدم. تا اون روز هیچ قهرمانی از ایران مدال طلا نداشت. اولین مدال طلا رو بنده گرفت بودم. ده بنده پرورش شدن. اون موقع دبستان و دبیرستان و دانشگاه و نرفا نبود، اصلا ما نداشتیم، فقط مکتب عربی بود که بنده هم در سال 315-16 بود که به مکتب عربی رفتن و شروع کردن به درس خوندن. معلم ما یه خانوم بود و علاقمند به کشتی بود، خیلی کشتی رو
دوست داشتیم. بعد از اینکه ما از کلاس فارغ می شدیم ما رو دعوت میکرد دوباره به تمرین کشتی. یک کشتی هست ما در مازندران داریم به نام کشتی لوچو. کشتی دعوت میکرد و حتی فنون کشتی رو به ما یاد میداد، یک سرزیر بغل به ما یاد داد و به قول امروزی های موقع میگفتن دلکاب ولی الان میگن لنگ به ما یاد داد. دیدم تو دهات دیگه برای من زندگی کردن مشکل بود، آمدم تو شهر قائم، شهر امروز که اون روز میگفتن شهر شاهی. خواهرم اینجا شوهر کرده بود، به اینجا بود و من آمدم پیش خواهرم. در اینجا روزانه کار میکردم، شبها میرفتم اکابر درس میخوندم تا یواش به سن 18 رسیدم. داوطلبانه به نظام خدمت سربازی رفتم، در تیپ مستقل گرگان خودم رو داوطلبانه معرفی کردم. و اواخر خدمتم بود که گفتن که یه مسابقه کشتی استانی در ساری انجام میشه و سرباز چیده تیپ مستقل گرگانم بایستی یک تیم کشتی رو به این مسابقه استانی اعزام بکنه. بنده دست بلند کردم و از صف اومدم بیرون، دو سه نفر دیگر رفتیم توی مسابقه شرکت کردیم. من در وزن چهارم پنجم بودم ولی جیبم سنگ ریختم، تو وزن هفتم تانستم شرکت کنم و در اون سال هم سال 1932 بود که من در این مسابقه اول شدم. بعد از خاتمه سربازی یه دو ماهی که مونده بود گفتم تمام که شد آمدیم به قائم شهر امروز به شاهی اون روز. در اینجا من ورزش کشتی رو در باشگاه شهنا که متعلق به کارخانه نساجی شماره یک بود زیر نظر آقای مهندس شیردل که رئیس کارخانه بود و در اینجا مسابقه رو کشتی رو شروع کرد. تا اینکه از تهران گفتن آقای حسین رضی خان باشگاه پولاد یک تیمی آورده به مازندران که در مرکز همون شاهی به اصطلاح مسابقه هست، من هم شرکت کردم. همه بچه های ما شکست خوردن، من در اون شب قهرمان تهرانی که اعزام شد بود ضربه کهنه کردم که دیگه یواش آقایون رؤسای تربیت بدنی و فدراسیون کشتی اون بود متوجه شدن که ما رو باید دعوت کردن در اکثر مسابقه ها ما شرکت کردم. ولی اگه بخوایم که از اول تا آخر براتون تعریف بکنم شما نکنم با 20 دقیقه و 25 دقیقه فیلم شما کفاف بده، ولی اجازه بدید من به اختصار رد شم. از اینجا که وقتی که من آماده شدم برای کشتی دوباره ما رو دعوت کردن به تهران، ما آمدیم تو مسابقات کشتی در تهران شرکت کردیم، پهلوانی پایتخت در سال 1932. مسابقات تیم به تیم ایران و پاکستان و هندوستان ما رو همراه تیم انتخاب کردن، من رفتم تو این مسابقه، چندین مسابقه شرکت کردم هم پاکستان هم هندوستان. ما دو سه ماهی در این دو تا شهر تو دو تا کشور داشتیم. بعد آمدم بازم البته بهتون بگم نو گفتن هم اکثر کشتی هم همه ضربه میکرده هم میدونن. بعد وقتی که شروع کردیم به تمرین، ما برای مسابقات انتخابی المپیک استرالیا که در ملبورن انجام گرفت در تهران آماده شدیم و
17 تا کشتی جلوی من گذاشتن اون موقع. چرا؟ چرا کار غیر قانونی کردن فدراسیون در اون موقع، برای اینکه نخواستم من اعزام بکنم. اونا نظرشون این بود که آقای مهندس توفیق جهانبخت که قهرمان جهان بود ایشون رو میخواستن بفرستن، من رو نخواستن. مازندرانی بودم، بی سرپرست بودم، کسی رو نداشتم، در هر حال میخواستم ما رد کنم. ولی از اونجایی که خدا خواست ما در مسابقه، آخرین مسابقه با مرحوم مهند توفیق که کشتی گرفتیم، او را 1:30 با فن سر تا یکی که مختره این فن خودم هستم ایشون رو ضربه کردم. داور وسط که آقای حسن سعدیان بود، وقتی من حریف رو ضربه فنی کردم با فن سر تا یکی، این فن مخصوص خودمه، یعنی خود بنده اختراعش کردم، همه هم میدونم فدراسیون بین المللی گرفته تا کشورمون. بعد سوت اولی که زد بل نکردم، دوم زد بل نکردم، سوم زد بل نکردم، ناگفته نماند که داور وطن حسن سعدیان که خود قهرمان دنیا بود گفت آقا حبیبی بل کن. گفتم آقا چی رو بل کنم؟ گفت آقا ضربه شد رو داره خفه میشه. گفتم آقا از اون داوران اطراف رسید میگه تمام برش. حالا چرا؟ برای اینکه اینا میخواستم منو باز هم دوباره مسابقه رو کشتی، با دوباره کشتی بذاره. بابا من 17 تا کشتی گرفتم، یکی دوتا که نبود. در هر حال چون مازندرانی بودم و مربی نداشتم و سرپرست نداشتم، حامی نداشتم جز خدای من تبارک و تعالی، بالاخره ما در اونجا دست دل کردیم و دست ما رفت بالا. و اون زمان یکی از مسئولی من خواست گفت تو باید تو دنیا قهرمان اول بشه، چون ما تا الان قهرمان اول دنیا تو المپیک نداشتیم. گفتم اگر اعزامم بکنن 100% اول میشه. گفت کی اعزام نمیکنه؟ گفتم این آقایی که بغل دست من وایساده. کی بود؟ تیمسار عزت‌بنا، رئیس سازمان تربیت بدنی بود. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من مازندرانی هستم، سرپرست ندارم، مربی ندارم، حامی ندارم جز خدای تبارک و تعالی. گفت وقتی خدا رو داری مرد حسابی همه چی رو داری. در هر حال عمل کردن که ما به این مسابقه اعزام میشیم. باید توضیح بدم که در مسابقات المپیک ملبورن وزن اول آقای خجسته‌پور بود، مرحوم خجسته‌پور فوت کرد، خدا رحمتش کنه. وزن دوم مهدی یعقوبی از قزوین بود، وزن سوم ناصر دیوشی از تهران بود، وزن چهارم خدای ارادتمند بودم، وزن پنجم مدی سروری بود، وزن ششم عباس زندی بود، وزن هفتم غلام رضا تختی بود، وزن هشتم هم حسین نوری. وقتی که من آماده شدم برای سفر به استرالیا، در اونجا قهرمانی من گیر آورد. تو اون میدان داشتیم ورزش میکردیم، همه کشتی شروع نشده بود، قهرمان المپیک پیشین بود، مهندس توفیق را ایشون زده بود. گفت تو هم میخوایی مثل توفیق از دست من فرار کنی؟ البته مترجم وقتی با ما کادم اونم آقای دکتر زاهدی بود. گفتم بهش میگو که ما ایرانی ها اهل فرار نیستیم که آقای توفیق فرار کرده باشه، فکر نکنم. حالا شما به من مردانه قول بده، مال سوئد بود ولی قهرمان اول پیشین بود المپیک، تو فرار نکن. اتفاقا فرارم نکرد، مسابقه اولین قرعه به نام من افتاد. خدا رحمت کنه آقای بلور که مربی ما بود واسه به خبر آورد که فلان تو اولین کشتید با آندربک سوئدی. گفتم چه فرق میکنه؟ من میخوام اول دنیا باشم. خب باید حواست جمع باشه، این فرنگی کاره، چیه چیه چیه. گفتم اشکال نداره، همین هم شد. و خلاصه ما با این هم نبرد کردیم، اینه کشتمش فقط. یعنی همونطوری که اون توفیق زده بود و اونقدر فخر میکرد، چنان اینه من ضربه کردم که داغون شده بود. این 4 دقیقه با من استقامت کرد. در این 4 دقیقه من 18 پوان گرفتم.
ولی ضربه شد. بعد او همینطور قهرمان های دیگر رسیدیم به فینال. آقای بستایوف از شوروی اون روز که امروز شده روسیه، این روسیه شوروی اصلا سر این آقای بستایوف می نازیدن. ستاره دنیا بود در رند چهارم. من خلاصه مطلب بهتون بگم. اون شب رو من آمدم وضو گرفتم و به خدا متوسل شدم، رفتم وسط توشک. این آقای بستایوف شوروی اون روز و روسیه امروز چنون ضربش کردم که اینو از اینجا بلندش کردم، از روی توشک بردم بیرون. حالا خوشمزه اینجاست، هنگامی که من خواستم با این کشتی بگیرم، داورش مال ترکیه بود. چون این حریف ترکیه زده بود، داور ترکیه برگشت به من گفت، آمد دستان بازدید بکنه، برگشت گفت که آکارزا شویدی کیفین احوالون نجس هم. من هم به ترکی بهش جواب دادم چوخ یخچی هم و اینا بود. در حال این خوشحال شد، ما طرف رو گرفت و خوبیدیم آقا، زدیمش. آقا این داور داشت دیوانه میشد، انقدر میخندید، انقدر خوشحال شد. من با 40 درجه تب این قهرمان روسی رو ضربه فنی کردم. لبن آقا نبیالله سروری خدا بیاموز من رو برد زیر دوش، من شست لباس گرم ورزشی که روی سینه من نوشته بود ایران به خط لاتین، لنگان لنگان رفتم روی سکوی جهان المپیک، پرچم ایران رفت بالا، سرود ایران رو زدن و من آمدم از اونجا پایین. من رو بردم بیمارستان، 1 ماه تمام در بیمارستان من خوابیدم. آمدیم به ایران که بیاییم، خب سر راه خیلی معطل شدیم، کجا هواپیما آمد، چون کجا 2 روز موندیم، کجا 3 روز موندیم. آمدیم به کراچی، 5 روز در کراچی موندیم، هواپیما نبود. هواپیما از ایران، از این هواپیمای ارتشی در بس آمدن و ما رو برداشتن بودن. وقتی مسابقات المپیک مرمون تمام شد، به ایران آمدم و مادمان یه هاشهاش خودم رو آماده کردم برای مسابقات جهانی در تهران. همین عده بودن، عوض نشدن. اگه میخوام اسم ببرم باید دوباره تکرار در مکررات میشه. مسابقات جهانی چکر کردم. در اینجا 2 ستاره بزرگ دنیا رو ضربه کردم جلوی چشم مردم ایران در تهران. این 2 ستاره یکیش آقای بالابازده بود مال روسیه شوروی، یکی هم آقای اوغان بود مال ترکیه. 1 دقیقه و 5 ثانیه اینو ضربه کردن، 1 دقیقه و 6 ثانیه اونو ضربه کردن، یعنی هیچ کدومشون به 2 دقیقه نکشیده، هر دوشون ضربه شدن. ما شدیم اول، آقای بالابازده شد دوم و اوغان اسماعیل اوغان شد سوم. مدال طلای جهانی رو گرفتیم، خودمون رو باز شروع کردیم آماده کردن برای مسابقات المپیک آسیایی در توکیو ژاپن. در این مسابقه هم در رند چهارم شرکت کردم. اینجا هم بعد از شکست دادن قهرمانان زبده آسیا، اول آسیا شدم و مدال طلا رو گرفتم. وقتی که برگشتیم به ایران، بازم خودمون رو آماده کردیم برای مسابقات جهانی 1961 یوکوهاما ژاپن. اما در مسابقات جهانی 1961 در یوکوهاما 2 نفر عوض شدن. یکی آقای سلطانی نژاد بود که وضع دوم گرفته بود، جای یعقوبی رو گرفته بود. عرض شد که یکیشون هم آقای چی بود که آقای حسین نوری بود که اونم مثل که عوض شده بود دیگه، به خاطرم نیست دیگه. قهرمان های
دنیا هم ناصر بیبچی بود، عباس زندی بود، غلام رضا تختی بود، خدا رحمت کنه، و بقیه بچه ها. در یوکوهاما هم تو وزن پنجم باز هم قهرمان های دنیا رو در این میدان بدر کردم. از جمله قهرمان زبده دنیا باز همین اوهام بود که بال من آمد که انتقام بگیره، بدم از من ضربه. اینجا هم مدال طلای چهارمی را به دست آورد. دوباره قانع نشدم، خودم چیز کردم، آماده کردم برای مسابقات جهانی در تولیدوی امریکا که الان شما تصویرش میبینید. اما در مسابقه، آخرین مسابقه خدمت رو عرض کنم که در تولیدوی امریکا خجستپور و یعقوبی و ناصر دیوچی و عباس زندی و بنده و نبی سروری و غلام رضا تختی دیگه من خاطرم نیست که بقیه اسما رو ببرم، گفتم اون دو بچه ها گفتم کیا بودم. در اینجا همه رو زدم اول دنیا شدم، با مدال طلا خداحافظی کردم. هر کی به من گفتن که آه تو میتونی 5 تا مدال طلای دیگر بگیری، گفتم نداداش ما بس هر چی کردم، مقامات بالا و هر چی، گفتم امکان نداره، من دیگه عشق به کشتی گرفتن ندارم، 5 تا اولاد دارم، باید بچه هامو تربیت کنم. بالاخره کشتی رو دست کشیدم و آمدم باز همون سر مزرعه خودم ادامه کار دادم. شما میبینید ملاحظه میکنید این اسمش والانسیاست، این والانسیا مال کشور اسپانیشه، اسپانیاست.